در همین حال شماری از کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا، آلمان، فرانسه، اسپانیا، دانمارک و سوئد نیز در اقدامی مشترک خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به رسمیت شناختند. هوشمند میرفخرایی گزارش می‌دهد. آمریکا در دو هفته اخیر نیکولاس مادورو را رئیس جمهوری پیشین ونزوئلا خوانده و رئیس جمهوری آمریکا نیز در مصاحبه با شبکه خبری CBS در روز یکشنبه به احتمال اعزام نیرو به ونزوئلا و رد درخواست ملاقات آقای مادورو اشاره کرد. این محققان یکی از گزینه‌هاست. چندی پیش مادورو درخواست ملاقات کرد اما رد کردم، چون رهبری مخالفان کارش را به خوبی انجام می‌دهد و تظاهرات بیش از حد گسترده شده. این یک دموکراسی واقعی در حال شکل‌گیری است. پرزیدنت ترامپ می‌گوید اوج‌گیری مخالفت‌ها در ونزوئلا به دلیل وخامت شرایط سیاسی و اقتصادی در آن کشور است. رویدادهای بسیار دردناکی در ونزوئلا اتفاق افتاده. زمانی ونزوئلا ثروتمندترین کشور آمریکای جنوبی بوده، اما حالا به فقر و بدبختی مردم نگاه کنید. میزان جرم و جنایت در آن کشور را ببینید. روز یکشنبه ده ها هزار نفر به درخواست خوان گوایدو رئیس جمهوری موقت ونزوئلا در کاراکاس پایتخت آن کشور تظاهرات کردند. وزیر خارجه فرانسه هم میگوید این تظاهرات مردمی بودن و مشروعیت آقای گوایدو را ثابت می‌کند. خوان گوایدو بی‌تردید مشروعیت دارد و می‌تواند انتخابات ریاست جمهوری را در ونزوئلا برگزار کند. روز گذشته برابر با 20مین سالگرد به قدرت رسیدن هوگو چاوز رئیس جمهوری پیشین ونزوئلا بود و حامیان نیکولاس مادورو نیز در تظاهرات مشابهی در پایتخت شرکت کردند. اما نخست وزیر اسپانیا میگوید تعداد مخالفان با هر معیاری بسیار بیشتر از طرفداران مادورو بود. دموکراسی پلنا سیگنیفیکا کثرت‌گرایی محور دموکراسی است. این چیزی است که جنبش مخالفان در ونزوئلا آن را به خوبی نمایان کرده است. به همین دلیل دولت اسپانیا خوان گوایدو رئیس مجمع ملی ونزوئلا را به عنوان رئیس جمهوری موقت آن کشور به رسمیت می‌شناسد. مردم اسپانیا همواره در کنار برادران و خواهران ونزوئلایی می‌مانند. دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه روز دوشنبه اقدام هماهنگ شماری از کشورهای اروپایی در شناسایی خوان گوایدو به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا را دخالت در امور داخلی آن کشور خواند. هوشمند میرفخرایی، صدای آمریکا.